بیننده های گرامی، سلام مجدد عرض میکنیم خدمت شما. همونطور که در پرده تلویزیون میبینین کنار ما استاد محترم گرامی واصف باختری، شاعر گرانمایه و علای قدر زبان فارسی حضور دارن و ما ازشان تشکر میکنیم که تشریف آوردن با ما و به خواست ما و به تقاضای ما لبیک گفتن. ما از اونا به نهایت تشکر قبول زحمت فرمودن به استودیو آمدن. بسیار خوش آمدین استاد محترم. سلامت باشید. لطف کردین عرض بیچاره را شنیدین، قبول کردین به تشریف آوردین. حتما به احترام شنونده هم بوده، بیننده هم بوده. دیگه ما میخواییم که یک چند سوالی که در زیر ما میگرده مؤدبانه و محترمانه از شما سوال میکنیم که به ما و برای بیننده های عزیز کمی روشنی پرتینده قسمت. در خدمت شما میروانیم. یکی ایست که استاد میگن که وقتی که در افغانستان فارسی گپ میزنن میگن این دری است، و کسی که به تاجیکستان صحبت میکنن میگن او تاجیکی است، و به ایران میگن فارسی است. در این قسمت شما یک کمی روشنی پرتین که آیا یا هر کدامش سه زبان است یا یک زبان است، فرق داره نداره، فرق لهجه ای داره یا هیچ ریشه ای داره؟ اگر لطف کنین استاد محترم. جناب هاشمی، همین صدا بخلم که اونجا قطع شد. خب بسیار ببخشید. این شما باید مدرسه و شرکت. نه شما اثر باید صحبت کنید. نه امیال چیز بله. بسیار تشکر دوست گرامی جناب هاشمی صاحب. تا جایی که در این زمینه اطلاعاتی در ذهن بنده است، ما به خدمت شما و بینندگان گرامی به عرض می رسانم. این زبانی که از کرانه های دجله تا شهر تاریخی دربند در قفقاز، بله، در سراسر ایران امروز و افغانستان امروز و همچنان در بخش هایی از ترکستان چین، در تاجیکستان، در سمرقند و بخارا و وادی فرغانه، در شهر اوش، در جمهوری قرقیزستان و در برخی از نواحی ترکمنستان بدان صحبت میشه، و در بعضی از چرخشگاه های تاریخ زبان رسمی سرزمین پهناوری که در تحت سیطره خلافت عثمانی قرار داشت، بله، در برخی نواحی بدان صحبت می شده و چند قرن زبان رسمی نیمقاره هند بوده. نام این زبان، دقیق ترین نام، تاریخی ترین نام این زبان، زبان فارسی دری هست. نخست باید بگوییم چرا فارسی دری. در آغاز دری به عنوان یکی از اوصاف زبان فارسی به کار می رفته و همچنان به عنوان یک فارقه، بله، تا زبان فارسی دری را که بنابر روایاتی
در حدود یک قرن پیش از ظهور اسلام پدید آمده یا مطابق بعضی روایات و بعضی تحقیقات عده‌ای از دانشمندان مقارن ظهور اسلام پدید آمده، از فرس باستان، فارسی باستانی و فارسی میانه و بعضی زبانها و گویشهای دیگر متمایز بسازند و چرا فارسی دری؟ بله. باز هم فارسی برخلاف پندار عده‌ای که تصور میکنند نسبت کلمه به فارس هست، فارس یا بخشی از ایران امروز یا در کلیت سراسر ایران امروز در تعبیر تاریخی خود، باز هم چنین نیست. مطابق پژوهش های عده‌ای از دانشمندان در چند دهه آخر، مخصوصا بر اساس تحقیقات شماری از خاورشناسان، مسئله چنین است که این زبان با پارت منسوب است، بله، نه با فارس. بله. یعنی این چه ارتباط با فارس نداره؟ با فارس نداره. و پارت امان گونه که در کتاب‌های معجم، در کتب دایرة المعارف و در کتب کهن و امروزی جغرافیای تاریخی به معرفی آن و به تعیین حدود و صغور آن پرداخته شده، پارت از نامهای کهن خراسان است. یعنی پارت پیش از آریانا بوده؟ نه، پارت یکی از ولایات آریانا، درست، یکی از ایالات آریانا در تعبیر بسیار بزرگ خود، درست، با معذرت. و در مورد جزء دوم دری، سالهای سال چنین پنداشته می شد و تا حال هم عده‌ای برانند و نوشته می شه و گفته می شه که زبان دری، یعنی بدین تعبیر و بدین معنا که دری منصوب شده به دره یا دربار، زبانی که در میان دره ها به وجود آمده یا زبانی که زبان رسمی بوده و زبان گفتگو و زبان فرمان ها و مناشیر دربارها بوده. نه. اما باز هم یک رشته نظریات جدید در مورد این انتساب وجود داره که عده‌ای از دانشمندان و متخصصان زبانشناسی تاریخی مخصوصا به این عقیده هستند که زبان دری یعنی زبان تخاری، نام تخار معرب دهار و دهار است. بله، امی تخاری که بخواست، تخاری که ما داریم. بله. تخارستان زبان دهاری یعنی فارسی دهاری، دهری و دری، درست، که یک شکل مرخم آن یا شکلی که در اثر کثرت استعمال از دوهری به دری تغییر شکل داده، یعنی آن لهجه از فارسی که در سرزمین تخار به وجود آمده. و تا جایی که اسناد مکتوب در دست داشته، بله، نشان میده بعد از اسلام، بعد از آن که زبان فارسی در اثر توجه و اهتمام قسمان سفاریان، بله، و به صورت عمده سامانیان و بعدن غزنویان گسترش یافت و صاحب متنها و آثار منظوم و منصور شد،
در آغاز از این زبان همیشه به صورت زبان فارسی دری یاد شده. مثلا ما در شاهنامه می خوانیم انگامی که شهریار سامانی رودکی شاعر معروف را به نظم کلیله فرا می خوانه، در این مورد می خوانیم که گزارنده را پیش بنشاندند، اما نامه بر رودکی خواندند. بفرمود تا فارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. منظور استاد طوس این است که مترجم را نشاندند و سراسر کلیله را برای رودکی خواندند و شهریار سامانی امر کرد که این متن توسط رودکی به زبان فارسی دری ترجمه شود. و غالبا از این زبان در گذشته به زبان فارسی تعبیر شده، چه در قلمرو امروزی ایران، چه در جمهوری های قفقاز، چه در جمهوری های آسیای میانه کنونی و در افغانستان امروز و در نیم قاره هند و ترکستان چین و در سرتاسر جهان. بله. مثلا منوچهری شاعر روزگار غزنویان گفته یک مرغ سرود فارسی خواند، یک مرغ سرود ماورالنهری. یا شخص سلطان محمود غزنوی در مورد بت‌های بامیان، بله، انگامی که از استاد ابوریحان بیرونی خواهش میکنه تا چیزی بنویسه، به زبان فارسی با استفاده از سرخ بت و خنگ بت عنصری، یعنی از شاد بهر و عین الحیات، به زبان عربی. ما در آثار گمشده ابوالفضل بیهقی می خوانیم که سلطان غزنه به ابو ریحان بیرونی می فرماید که ای بو ریحان، حدیث این بت‌ها از فارسی به تازی اندرار، تا اما جهانیان از کم و کیف این اصنام آگاه شوند. و به عیسی مثال در ادبیات معاصر افغانستان در سراج الاخبار محمود طرزی زبان فارسی را زبان شیرین فصیح الارجاء فارسی تعبیر میکنه و عبدالعلی مستغنی شاعر بسیار مشهور میفرماید که در زبان فارسی کو شاعری مانند من. بله. و کسانی که سنشان امروز به 50 و 50 و 50 یا بالاتر اگر هست، بروشنی گواه این مطلب هستند که در مکاتب افغانستان در نصاب تعلیمی مضمونی به نام قرائت فارسی بود. بله. و زبان فارسی بود تا اینکه در قانون اساسی تصویب شده به سال 1343 خورشیدی به جای فارسی یکی از زبانهای رسمی افغانستان زبان دری است، چون این تعبیری به میان آمد. علتش چی بود استاد؟ چرا فارسی نگفتن؟ در مورد علت در همین روال صحبت ما میرسه به همان جا. میفرمودین که در قرائت، بله بله، در قانون اساسی دری، بله بله، قانون اساسی 1343 خورشیدی. خب اگر بنا باشه که ما یک تعبیر
رایج، اما یک تعبیر نادرست متاسفانه رایج را بپذیریم و به این عقیده باشیم که یکی از زبانهای رسمی افغانستان زبان دری است. ما به زبان دری صحبت میکنیم. زبان رسمی ایران زبان فارسی است. بله. ایرانیان به زبان فارسی صحبت میکنند. زبان رسمی تاجیکستان زبان تاجیکی است. تاجیکستانی ها به زبان تاجیکی صحبت میکنند. اما باز هم اگر ما به اسناد تاریخی مراجعه کنیم، میبینیم مثلا رشیدی سمرقندی از نامش برمیه که رشیدی سمرقندی شاعر قرن شش میفرمایه بهانه هاست بماندن مرا و یک آن است که است مردن من مردن زبان دری، که است مردن من مردن زبان دری. یعنی شاعر متولد در سمرقند و متوطن در سمرقند ادعا داره که به زبان دری شعر می سرایه. حافظ شیرازی است و شیراز یکی از شهرهای مشهور ایران است. چندین بار حافظ در دیوان جلیل خود ادعای آن را داره که شاعر زبان دری است. چو عندلیب فصاحت فروشده حافظ، تو قیمتش به سخن گفتن دری بشکن. ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. حتی در روزگار کنونی ما ملک الشعرا بهار شاعر و ادیب و محقق برجسته ایرانی 55 سال پیش از جهان درگذشته. وی در مثنوی مشهور چهار خطابه خود گفته که عصر پسین نیز سخن مرده بود، کرم ستم بیخ سخن خورده بود، شعر شده مایه رزق کسان، مدح و اجا کاسبی مفلسان. من به سخن زمزمه برداشتم، پرده ز کار اما برداشتم، شعر دری گشت ز من نامجوی، یافت از آن شاعر و شعر آبروی. نظم من آوازه به کشور فگند، نثر من آیین کهن برفگند. یعنی بهار هم از فارسی تعبیر دری را به دست میده. شما با حال شما سرکتی حافظی خوبت خواهش میکنم، شما لطف میکنین. یا امین شاعر در مورد فردوسی میگه بیگمان پس خازن فردوس فردوسی بود، کو بود بی شبعه رب و نوع گفتار دری. و متقابلن حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی شاعر و متکلم و نویسنده بزرگ قرن پنجم که بلخی هست و در بدخشان سالهای زیادی از زندگانی خود را سپری کرده و در امانجا به خاک سپرده شده، در یکی از قصاید خود می فرماید که در زبان فارسی امروز شخص اولم. یعنی این گونه تفاوت در اصل زبان فارسی و تعبیر از زبان فارسی یا زبان فارسی دری یا زبان دری در گذشته ها نبوده و اگه با معذرت استاد گفت شما را قطع می کنم،
یعنی آدم فارسی دری بگوید بهتر است یا تنها فارسی بگوید درست است یا دری بگوید این زبانه و کدام؟ در این مورد ما خدمت شما در آغاز عرض کردم که دقیق ترین نام این زبان فارسی دری است. فارسی دری. اما اگر امروز ما فارسی میگیم یا دری میگیم در نفس زبان و نفس قضیه اهمیتی نداره. منتها ما باید به این عقیده نباشیم که سه زبان هست. فارسی زبان جداگانه است و تاجیکی زبان جداگانه است و دری زبان جداگانه است، برای این که اینها سه لهجه از یک زبان هستند. مثلا شما هم پرسشی داشتین و این که چرا دری جاگزین فارسی شد، این مسائل بر میگرده به سیاست های دولت های وقت افغانستان. درست. که اینها میخواستند، بله، خب جغرافیای سیاسی در جای خود فوق العاده محترم قابل رعایت، اما در اینها میخواستند که عدود و صغور جغرافیای سیاسی را، عدود و صغور جغرافیای فرهنگی را هم محدود بسازند در محدوده جغرافیای سیاسی. در حالی که ما امروز میبینیم به حیث مثال کویت، امارات، بحرین، عربستان سعودی، اردن، فلسطین، عراق، سوریه، مسقط عمان، مصر، الجزیره، تونس، مراکش همه به زبان عربی صحبت میکنند. عربی میگن. همه به زبان عربی. خب یک عده عرب هستند، یک عده عرب زبان شده هستند، مانند مصری ها و الجزائری ها و سوریایی ها و بسا ملت های دیگر که امروز به زبان عربی متکلم شدند بنابر دلایل معین تاریخی. اما به حیث مثال در عراق یا در الجزیره یک کلمه تحریم نمیشه که این کلمه کلمه مصری است، باید در عربی سوریه به کار نره. بله. و این در همه جای عربی است. درست. درست. هیچ وقت عراقی و الجزائری و سوریایی و تونسی نشده. بله. یا به حیث مثال زبان انگلیسی در امریکا، در انگلستان، در کانادا، در هند، در پاکستان و بنگلادش، در نیوزیلند و استرالیا انگلش. یا زبان اسپانیا در خود اسپانیا و در اکثریت مطلق کشورهای امریکای مرکزی و امریکای جنوبی. بله. اسپانیش است. بله. اینها مثلا زبان پیرویی و زبان مکسیکویی و زبان گواتیمالا و زبان اندوراس و زبان سالوادور ندارند. بله. و همه بدون هیچ گونه تعصب کلمه اسپانیش را استفاده میکنند. استاد محترم بسیار با بسیار تشکر، ذهن ما روشن شد. خواهش میکنم. سوال دیگه، بعض وقتها بعض کلمات ویژه و دانشگاه و دانشکده وقتی که به زبان فارسی که یا تا جایی که ما معلومات دارم که فارسی هست این استفاده میکنن، بعض دوستان میگن که این کلمه کلمه فارسی ما نیست یا ایرانی است یا کجایی است یا کجایی است. شما چی نظر دارید این قسمت؟ فقط یک جزء ما در ارتباط صحبت قبلی مانده بود. بسیار معذرت می‌خواهم. من می‌خواستم به اجازه شما و بینندگان گرامی این سوال پسند می‌گیریم. وقت ما باز یک... برنامه دیگه می‌گیریم. یک جزء کوچک است. بله. خب اگر قرار باشه برای یک لحظه، بله، بپذیریم، برای یک لحظه بپذیریم که زبان ایران زبان فارسی است، زبان افغانستان زبان دری است و زبان تاجیکستان زبان تاجیکی است، این سه زبان جداگانه است. چند پرسش مطرح میشه. ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل به کدام زبان شعر؟
اقبال لاهوری به کدام زبان شعر گفته؟ درست. مثلا اقبال لاهوری، من یک بیتش برای شما میخوانم. انوز ام نفسی در چمن نمی بینم، بله. بهار می رسد و من گل نخستینم. ما گمان میکنم که در کابل و بلخ و ایرات و بدخشان و جلال آباد و غزنی و تهران و اصفهان و شیراز و خجند و دوشنبه و فرغانه و سمرقند و بخارا همه این شعر را چنین میخوانند و معنای آن را همان گونه که ما استنباط میکنیم استنباط میکنند. درست. بایست مثال انگامی که جمهوریت یوگوسلاوی بود سالهای پیش، بله. بوسنی نام بسیار مشهوری نبود. درست. امروز بوسنی نام بسیار مشهور است با هویت سیاسی مشخص خود. در همین بوسنی مخدوم افندی احمد سودی شرح بوستان و شرح گلستان سعدی نوشته جالب. و شرحی بر آفز نوشته. بسیار جالب است. و در اینجا شاعر مسیحی به زبان فارسی شعر گفته. جالب است بسیار. که سالها پیش در این زمینه شادروان استاد نکهت سعیدی استاد فاکولته ادبیات که چند سال پیش چشم از جهان پوشید، یاد ایشان گرامی باد، مقالتی نوشته بودند. رخت زهای دلم گر نهان کنی چه عجب، کسی چگونه نهد شمع در دریچه باد. این از یک شاعر بوسنیایی است. ببخشید رخت زهای دلم، آه دلم. آه. گر نهان کنی چه عجب، کسی چگونه نهد شمع در دریچه باد. و مثلا این با کدام زبان شعر این شاعر بوسنیایی فارسی است، دری است، تاجیکی است، چی است؟ خب فارسی دری هست. درست. یک افغان، یک ایرانی و یک تاجیک و فارسیدان نیمقاره، فارسیدان ترکستان چین اما این را میخوانند و از آن بهره معنوی میبرند. در مورد کاربرد بعضی کلمات که شما فرمودین، من خدمت شما عرض میکنم. اول این که فلان کلمه کجایی است، تعیین و تثبیت این موضوع کار هر کس نیست. درست. کار متخصصین زبان، بله. و کار کارشناسان خاص عرصه ادبیات است. درست. و مخصوصا این مسئله وقتی بسیار خطرناک و بیدادگرانه میشه که دولت ها در این مورد مداخله کنند و این گونه مسائل را با فرمانهای دولتی یا با قرارهایی که از طرف وزارتهای معارف یا وزارتهای مطبوعات صادر میشه حل و فصل کنند. به نظر بنده تمام کلمات که در تفهیم ابو ریحان بیرونی، بله. در شاهنامه فردوسی، در تاریخ بیهقی، در هزار بیت دقیقی بلخی، در شعرهای ابو شکور بلخی و ابو المویید بلخی و رابعه بلخی و عنصری بلخی و در آثار نظم و نثر حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی و در آثار گرانبهای صنایع غزنوی، در کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی غزنوی و در آثار نظم و نثر
مولانا جلال الدین بلخی بزرگ به کار رفته و کلماتی که در آثار نویسندگان بزرگی که از سیستان و بلخ و هرات و تخار و غزنین برخواستند به کار رفته، بله، میراث مشترک ماست. بله. و در داخل حدود و ثغور افغانستان هیچ کسی صلاحیت نداره که یک فارقه یا یک مرز فاصل ترسیم کنه. درست. و بعضی کلمات را بیگانه تلقی کنه. درست است، بعضی مفردات و ترکیبات در ایران امروز به کار میره و خاص ایرانی هاست. مثلا آنها به کچالو میگویند سیب زمینی و به بادنجان رومی که ما گوجه فرنگی، بلی. یا در عوض خودخوا مثلا یک کلمه به کار میبرند نانور، بله، و به عوض کلمات زیبا یا قشنگ یا مقبول که در کابل رایج است اونها میگویند تودل برو. بله. اینها به نظر بنده اصطلاحات و تعبیرات خاص ایرانی است. همه تو در بسا در افغانستان هم مثلا طرف شمال ماس جغرات میگن. بله. همه تو چیزا دارد. بله. 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 و به خدمت شما عرض کنم که باعث مثال ما امروز در افغانستان کلمه پزشک به کار نمی بریم به جای دکتر یا طبیب. بله. و ما تجویز نمی کنم که این کلمه دوباره رایج شود. بله. اما این کلمه از قول ابن سینا در کتاب ابو عبید جوزجانی شاگرد ممتاز ابن سینا آمده که چون دندان بفرساید و از بنه آن گوشت بکاهد، ریم آرد و از آن ریم جرثومه زاید و جرثومه انگام خایش یعنی خاییدن. بله. در لقمه درآید و اندر عمل عزم نقص پدید آرد، آنگه پزشک دانا گوید که مرین را گزیر نبود جز کندن دندان. بسیار عالی، بسیار عالی. ولی استاد محترم ما تحسین میکنم ای حافظه شما را، اگر امی متن نگه در روی خواهز میبود ما خوانده نمیکنم. خواهش میکنم از برای خدا. ما برنامه به فکر میکنم به پایان رسیده، شب به پایان آمد و این داستان باقی هنوز. ما شما را باز در برنامه های دیگه زحمت میتیم که بیننده ما با تشنگی فراوان علاقمند شنیدن سخنهای شما و تشریحات شما هستند، که همچنان ما و شنونده های داخل خارج امریکا و اروپا و افغانستان. شما را برنامه دیگه هم زحمت میتیم. ما بر بیننده وعده میکنیم که انشالله جمعه آینده دمی وقت و دمی زمان باز خدمت شما حاضر میشیم، اگر خدا تعالی توفیق عطا کرد. دیگه اصل شما خداحافظی میکنیم. شما ما از شما تشکر میکنم، دوست دیرین و عزیز جناب هاشمی صاحب، و ما امیدوار هستم که به بینندگان گرامی تلویزیون شما اندک خدمتی انجام داده بتانم. من شخصا به همه اقوام ساکن در افغانستان احترام بسیار عمیق دارم و به همه زبانها و لهجه های رایج در افغانستان احترام زیاد دارم. کوشش من این است که انگامی که ابن سینا از ماست، ما نباید تنها به نامش اکتفا کنیم. درست. تمام آثار ابن سینا و تمام مصطلحات و مفردات و ترکیباتی که ابن سینا به کار میبره باز از ماست. بسیار. و گذشته از ما از همه کشورهای منطقه است و یک عده از بزرگان به جهان تعلق دارند. بشه.
تنها منظور بنده چنین است، اما گونه که من به خدمت شما عرض کردم که من امروز هرگز تجویز نمی کنم که کلمه پزشک به اسم مثال در افغانستان دوباره مورد کاربرد قرار بگیره، استفاده شوه، و یا اگر می شوه او کار تجویز یک اکادمی هست. درست. منتها تمام این مسائل باید بدون مداخله سیاست مداران و قدرت ها و دولت ها صورت بگیره. درست. تشکر استاد محترم. تشکر از شما. تشکر بیننده از بودنتان با ما، از همراهی شما. روز و روزگار شما خوش. خداحافظ شما.